بعد از اینکه یعقوب پیامبری رو از برادر بزرگش ایسو دزدید از ترس برادرش مجبور شد که فرار کنه بره به بین و نهرین پیش داییش. در بین و نهرین عاشق دختر دایش راهیل شد و از داییش لابان خواهش کرد که دخترش رو بده به یعقوب. شرط داییش برای اینکه به یعقوب دختر بده این بود که باید یعقوب هفت سال چوپانی گوسفندانه دایش رو بکنه. یعقوب قبول کرد و برای هفت سال چوپان گوسفندان لابان بود بعد از هفت سال لابان یعقوب رو گول زد و به جای راهیل خواهر بزرگترش لیا رو به یعقوب داد یعقوب شب با لیا خوابید و صبح اومد گفت من این دختر رو نخواسته بودم اون دختر کوچیکه رو میخوام لابان قبول نکرد گفت اگه دختر کوچیکرم میخوای باید هفت سال دیگه برام کار کنیم یعقوب قبول کرد و هفت سال دیگه کار کرد تا بالاخره به وسال راهیل رسید خب وقتی که دو تا خواهر یه شوهر داشته باشن آبشون هم توی جوب نمیره مثلا راهیل خواهر کوچیکه وقتی که بچه دار نمیشد ناراحت بود از اینکه لیا خواهر بزرگه داره بچه دار میشه واسه همینم برای اینکه روی لیا رو کم کنه کنیز خودش رو به یعقوب تعارف میکرد از اون طرفم لیا برای اینکه روی راهیل رو کم کنه کنیز خودش رو به یعقوب تعارف میکرد یه از اونجایی که راهیل همچنان بچه دار نمیشد ولی عزیز دردونه یعقوب هم بود جلوی یعقوب رو گرفت و دیگه نزاشت لیا و یعقوب هم با هم بخوابند یه بار روبن پسر بزرگی لیا یه گیاه توهمزا به نام مهر گیاه رو برای مامانش آورد ولی راهیل هم به شدت میخواست اون گیاه رو داشته باشه در نهایت لیا و راهیل توافق کردند که راهیل اجازه بده که لیا و یعقوب با همدیگه بخوابن و لیا اون گیاه رو به راهیل بده و اینجوری بود که لیا و یعقوب صاحب دو تا پسر آخر و یه دختر هم شدند.